شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به حمله به نیروهای امنیتی به دانشجویان دانشگاه شریف خواستار اعتصاب معلمان و دانش آموزان از سه‌شنبه 12 مهر شده. در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان آمده که معلمان همراهی و همبستگی قاطعانه خود را با موج وسیع اعتراضات و اعتصابات عدالت‌خواهانه و حق طلبانه مردمی اعلام می‌دارند. در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان آمده که معلمان همراهی و همبستگی قاطعانه خود را با موج وسیع اعتراضات در واقع همسو کردند. از جزئیات این بیانیه و اهمیتش در این لحظه خاص برای ما بیشتر بگو. خب ببین رکسانا، در بیانیه اشاره شده به وضعیت مدارس و دانشگاه‌ها، گفته شده که از آغاز سال جاری بیشتر دانش آموزان، این بیانیه میگه که بسیاری از دانش آموزان و معلمان در کلاس‌ها حاضر نشدن به خاطر درخواست آزادی همکلاسی‌ها و همکاران زندانیشون. بعد اشاره شده به در واقع اینکه دانشجویانی که مدشون حمله شده فرزندان و شاگردان دیروز معلم‌ها بودن. بعد گفته شده معلم‌هایی که سال‌هاست برای مقابله با آموزش پادگانی و حوزوی مبارزه می‌کنند، برای مقابله با پولی شدن، طبقه‌ای شدن، رعایت اصل 30 آموزش رایگان و با کیفیت و البته حق تشکل‌یابی، اینا رو گفته. بعد گفته که با این وضع معلم‌ها زیر فشار و سرکوب بودن، بخششون زندانی شدن، احکام سنگین گرفتن، مثل آقای اسماعیل عبدی که می‌دونیم 8 سال در زندان دبیرکل پیشین کانسپ معلمان ایران. بعد اشاره شده به این که در روزها و هفته‌های اخیر سراسر ایران این بیانیه از شاهد اعتراضات حق طلبانه بوده. یک اصطلاح خیلی خوب در بیانیه هست، میگه که در واکنش به قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، یعنی بیانیه تاکید میکنه این رو به این شکل ذکر کرده. بعد گفته که این حاکمیت این بار هم سرکوب کرده، از مأمورین امنیتی خواسته که اونایی که نظامی و انتظامیان کنار قاتلا نیستن به صف مردم برگردن تا در آینده مقابل دادگاه نباشن. بعد گفته که با این وصف اون چه که به تفسیر در واقع به زبان بیانیه، این هماهنگی، این اتحاد وسیع در نهایت میتونه آرزوی دیرینی ایرانیان رو محقق بکنه. بعد اشاره کرده که در ادامه این وضعیت با علم به اینکه این اعتراضات توده‌ای گسترده شده و همین الان هم عده دانش آموزان مدرسه نمیرن یا معلم‌ها سر کلاس نمیرن، خواسته در واقع 12 که میشه سه‌شنبه معلم‌ها و دانش آموزان سر کلاس حاضر نشن اعتصاب بکنن. خب این جزئیات بیانیه است. این بیانیه مهمیه به خاطر اینکه ما می‌دونیم که از شروع در واقع خیزش مردمی اخیر که وارد روز 16 شدیم، الان که با هم گفتگو می‌کنیم، عملاً غیر از دانشگاه‌های مختلف و انجمن‌های دانشجویی، تنها نهاد مدنی ایران که با اسم و امضای خودش اعلام اعتصاب کرده در واقع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگ ایران بوده. بار قبل دو روز اعلام اعتصاب کرد و هشدار داد یه وضعیت عوض نشه بازم اعتصاب خواهد کرد، که این بیانیه دوم اونها هست. طبیعتاً دعوت شورای هماهنگی از معلم و دانش آموزان برای اعتصاب برای یک بار دیگر در طول هفته، در شرایطی که ما می‌دونستیم دانش آموزان به خصوص دانش آموزان دختر اعلام کردن در اعتراض به این وضعیت در هر حال کلاس نمیرن، این همبستگی بین جامعه معلمی و دانش آموزی رو در سطح در واقع اعلای نشون میده و میتونه به اون اعتصاباتی دامن بزنه که مد نظر فعالین صنفی و سیاسی داخل ایران هست، کسانی که در عرصه در واقع در زمین واقعیت حضور دارن، فعالیت میکنن. این بحث در روزهای اخیر بسیار مطرح شده بود که در نهایت اون چه که میتونه اعتراضات خیابانی رو مکمل در واقع مکملش عمل بکنه، کمک بکنه به این که به تعبیر بیانیه مردم به خواست دیرینه تاریخیشون برسن، در واقع همسویی و با هم و توامان بودن اعتراض خیابانی با اعتصاب سراسریه. معلمان برای بار دومین گام برداشتن و اینجا تو گفتن تصور میکنن که بازاریان، کارگران، ورزشکاران، هنرمندان، رانندگان، کامیونداران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران که پیشرو هستن در واقع همراهی خواهند کرد. به این ترتیب اهمیت این بیانیه در این که یک تشکل فعال داخل ایران بلند اعتصاب میکنه در همسویی با مردم و اعلام میکنه که در واقع این اعتصاب ضرورت داره برای تقویت این همسویی و رسیدن به اون هدفی که مردم دنبالش هستن. باید ببینیم در روزهای آینده این درخواست اعتصاب گسترده خواهد شد، با خواست در واقع با بیانیه سایر اصناف همراه میشه. به نظر من این نقطه عطف بزرگی هست در این خیزش هفته‌ای.